سلام بر یوتیوب سوال اقتصادی هستم این ویدیو رو داریم براتون راجع به منطق ولی قبل از این ویدیو خواستم بگم که بچه هرچی تو این ویدیو من میگم نظر شخصی منه تجربه شخصی منه هرکی که چیزی دوست داره به نظر من ریسرچ بیشتر جوش انجام بده از برای که دارن باش با شرایطی تخمی کشور دیل میکنن ازتون تشکر میکنم معذرت میخوام دولبوستونم واقعا نمیم چی باید بگم واسه این زجی که شما میرین توش بی دلیل وقتی میتونید توی یکی از بهترین کشورهای دنیا باشین و در اجاش بدترین کشورهای دنیا هستین واقعا از صمیم قلب از بیننده های توی ایران نمیدونم دلجویی میکنم یا هم دردی میکنم لغتش میکنم. در صورت. آقا امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین اگه میشه ما رو کمک کنین لایک ساب کامنت یادتون نره دمتون گرم برو بریم آقا من چیزی نوتیس کردم مردم منطقشون یه خورد سوراخه و بی دلیل یعنی هر آدمی باید خوبی رو بفهمه یا مثلا مثال مکسیموش میشه که یه ویدیو نگاه میکردم دیروز تو اینستاگرام بعد یه آقا با یه آقا دعواش شده بود بعد آقا راستیه مش میزنه تو صورت آقا چپیه بعد یه سه آدم میاد رو میکشن کنار یه خانوم میاد وای میسه وسط اینا دستشو باز میکنه که آقا راستی نه یه جو آقا چپی رو بزن بعد آقا چپی میاد اینجوری با مش میکوبه تو صورت این خانومه خانومه پخش زمین میشه بعد داشتم نگاه میکردم ویدیو رو بعدش میفهمم خیلی مثلا احمقانه است ولی من اینو خیلی جاها میبینم ها مثلا مرد مثلا تو داری در رو باز میکنی میری پشت یکی داره میاد درو در نگه نمیداری براش ولی این شعورت نمیرسه که یارو داره همون راهو میره تو هم ول کنی در داره برمیگرده این بعد یه پاس کنه در هول بده تو یه دقیقه درو فشار بده نگرد دار با خود داری میری بگی نگرش تا میدونی مردم منطق ندارن یا مثلا آشغالی که ماشین دوزی بیرون کجا قراره بره کی قراره با این دیل بکنه یا مثلا کمپانی که میان یه درست میکنن برای جعبه بسته بندیش مثلا براشون مهم نیست هر درشون میخواد میکنن من نمیفهم چرا مردم قبل این منطق شدن مثلا یه مثال زدم چند روز پیش توی که ویدیو همون دوباره تکرار میکنم یه نفر خونه ما گفتش که میشه بریم بیرون سیگار بکشیم گفتیم اوکی رفتیم بیرون پس سرد بود بخاری و یعنی شومینه رو روشن کرد شومینه رو روشن کرد و وقتی شومینه روشن کرد گازش تموم شده بود بر همین من رفتم یه گاز جدید آوردم وصل کردم گاز رو ستاب کردیم و روشنش کردیم روشنش کرد و نشستیم اونجا کارمون رو انجام دادیم بعد که بلند شدیم برگردیم تو من اول اومدم تو بعد دوست دختر یارو اومد تو بعد یارو اومد تو در رو بست و من جو بودم خب مثلا میدونی اگه مثلا قرار بود بریم دوباره بیرون سیگار بکشیم میفهمم مثلا اوکی میگه مثلا قرار همین اومدیم تو آب برداریم برگردیم ولی ما قرار نبود برگردیم بیرون قرار بریم بالا بشیم دو تا من چیل کنیم و من جو بودم که الان من باید به این آدم بگم فن این کار رو انجام بده قرار از یا این انتظار داره که بیاد بیرون من همه راهو برگردم توی بالکن دوباره اینو خاموش کنم میدونی من چیزا خیلی کوچیکه ها ولی یهو میده رو حساب من بجور چون میگم مردم دارن به خودشون چی فکر میکنن یعنی مثلا الان که اون مثلا نشسته داره لبخند میزنه تو مغز هیچی نمیگذره یعنی به هیچی فکر نمیکنه که او الان اینجا یه آتیش روشنه او یه چراغ روشنه یه پرنده اونجا پرزه اینا هیچ اینا نمیبینه یعنی نشستن اونجا میگه سرده جگو 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 گرم شد بریم تو میدونیم چه آدم ها قبل بیمسئولیت مثلا مثلا من اگه برم خونه یه نفر غذا درست بکنم بعد وقتی غذام تموم میشه گاز رو تمیز میکنم دیوار پشت رو تمیز میکنم زمین رو تمیز میکنم و بعضی مثلا دیگه یه, یه چیزی میفته زمین که مثلا دیگه کاهو دیدید کاهو گنده میفته میچسبه باید خمش یه تکونی بهش بدی تا تکون بخوره من همه این کارا رو میکنم بعد میگم حالا که خم شدم زمین اون سوسمون که جمع کنم اون کالباسرم اون کاهو از یه ناخون بزنم که حداقل واسه دفعه بعد حداقل آسون‌تر شه شاید کامل بشه نه اما و... ولی بقیه رو بینم مثلا میاد غذا درست میکنه بعد قابلمش رو که میشوره فکر میکنه مثلا خیلی کار خوبی انجام داده بعد بهش میگه که دادم مثلا یه خورده سس ریخ روی گاز بعد میگه اونم تمیز کن بعد میگه اوه اوکی گازم تمیز میکنه بعد دفعه بعد که میاد خونه غذا بپذد سس میشه به دیوار اونو دیگه تمیز نمیکنه دور اونم دوباره برای بهش پیش بگی با نیفهم خب کار تو که دیدی من هم که تمیزم من احتیاج دارم که دوربرم تمیز بشه که ریلکس بشم پس اگه اومدم یه بار به تو گوش زد زدم به روی گاز تو باید شعور تو انقدر باز کنی که بگی خب پس بذار من این ور گاز و اون ور گاز و پشت گازم نگاه کنم چرا انقدر آدم ما بی فکرن را در اتفاقی که میفته مثلا این داستان گازی که توضیح میدم روشن خاموش کرد چرا نباید یه آدم بفهمه که آقا من دارم میرم تو گاز رو خاموش کنم میگه برای چی الان چه سوری داره اون اون شومینه داره آتیش میزنه برای بیرون از اینکه داری گاز میسوزونی و دنیا رو در واقع گلوبال وارمینگ کمک میکنی تخمت از اینکه این, این گازم امکان داره زریتر تموم شه دفعه بعد دوباره به مشکل بخوریم مثل همین دفعه که نتونستیم روشنش کنیم میدونی چون تو خودت اومدی اینو اکسپرینس کرد که, که دیدی ا گازه گاز نداره چقدر تخمی اومدی میخوام گرمشیم گاز نداره رفتیم یه گاز دیگه اوردیم پس تو بعد چیز بشی که بزن من سری خاموشم که دفعه بعد دیتر تموم بشه که نفر بعدی کی نخوره و که این که, که این گاز پره پره امکان نداره امشب تموم شه پس من دیگه کیر نمیخورم بذار حالشو ببریم خب چرا من واقعا نمیفهمم دلیل چیه حالا من امین الان روی خطه من خب امینه بیارم تو ببینم امین نظرش چیه اگه گوش میدادی یا نه امین خوابی بیداری هستم <تصفح> نمیدونم بعضی ها عجب غریبن دیگه میدونیم فکر نمی کنم. یعنی حس می کنم مثلا طرف اینجوریه که اوکی من اینجا مهمونم هر اتفاقی به افتاده دیگه مهمونم میدونی نه واقعا نمیفهمم که... چون من مثلا شخصیتم که میدم توی مغازه لوبیا بخرم بعد از میخوام تو راه که ردشم به لوبیا برسم بغل فریزه رد میشم بعد چون از بغل فریزر رد میشم همیشه شروع کنم درا رو نگاه کردن که یه وقت که از این درا باز نمونده باشه که مثلا خدای نکرده هوا بزنه بیرون چون میگم که اگر هوا بزنه بیرون بستنی ها زود یه خور نرمتر میشن چون حرارتش میاد پایین یارو باید پول برق بیشتر بده دنیا باید برق بیشتر تولید کنه و کیفیت کار میاد پایین دستگاه شمونده زودتر خراب بشه من که دارم رد میشم هر دفعه که من از مغازه تو هر مغازه تو تو گستشن توی مغازه بزرگ از بغل فریزر رو رد میشم حتی شده درار یه فشارم میدم که خود اون سیلش بچسبه خب من, من همچین شخصیتی ام هم. نمیفهمم که چرا من اینقدر متفاوتم چرا مثلا نصف دنیا مثل من نیستن نصف دنیا کسکش باشن که ما اونا رو جمع کنیم من تو زندگی من نمیخوام تو صد بار تا حالا شده من فهم تو مغازه در مغازه فریزر دیدم اینقدر باز بوده یا یخچال همیشه بستم فلان به سال حتی شده یه موازی موقع دو سال بستم در, در خراب بوده و رفتم به صاحبه گفتم که این در بسته نمیشه گفت آره فنرش خراب شده میدونی من فکر میکنم همه آدم ها وظیفه دارن همیشه یه... تو اگه مثلا داری بازی میکنی مثلا کال اف دوری داری بازی میکنی نمیتونی به توی خونه بگی اونجا لایبرری ساکت باشیم تو توی بازی یه تو اون بازی توی دنیام که ما هستیم ما هم توی این بازی دنیاییم دیگه تو یه شخصیتی که همیشه هستی هر کارت بدون استثنا داره تاثیر میذاره تو کل دنیا اگه همه آدم و امروز یه دونه تیکه آشغال بنزن بیرون هش بیلیون تیکه آشغال پخش میشه تو دنیا اگه همه آدم و امروز که رفتن بیرون یه دونه آشغال بردارن هش بیلیون تیکه آشغال از زمین یهو جمع میشه میدونی فرق انسان اینه و انسان اصلا اینو نمیبینه نمیبینه که هیچ اونوریه میگه من که یه نفرم همه فقط خودشونو میبینن مثلا من تو کوچمون ما خب تو کانادا ریسایکل باید بکنیم دیگه ها مثلا ما اول اولین باید شعور داشته باشیم من تو کوچمون که میرم سر کوچه سر خونه من هفت از این جعبای آبی میره بیرون که توش ریسایکله همسایه اول هیچی صفر همسایه دوم یه دونه هیچی توش نیست مثلا سه تا تو, تو, یه هفته سه تا تیکه پلاستیک استفاده کردی بعد, مق... بعد بعدی یه دونه هست مثلا پره دمت گرم یه دونه بعد بعدی دوباره نیست بعد میگم چطوری میشه که مثلا جهان اولیم کر میکنیم فلان بعد همه منطقشون چیه چین و جاپ... چین و هند نصف دنیا اونا گوه دارن میزنن به دنیا ما کار خوب بکنیم تاثیر نداره پس نمیفهم یعنی چی یعنی چون اگر چین و هند کسکش دنیا ما بیشتر دلیل میشه که خوبی بکنیم که حداقل یه هندی رد میشه یه درس یاد بگیره بگه او ما چرا نمی کنیم بعد اون هندیه به تو کشور خوش به دوستاش یاد بده یوتیوب میزنه به مردمش یاد بده بره, بره 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 این اتفاق اصلا نمیفته همش هم اینوریه همه چی رو باید به همه توضیح بدی من نمیدم چرا واقعا اینجوریه حاجی بعضی ها نمیدونم خانواده است خودشونه تصداد چیه بمیخ... که به هیچ چی فکر نمی کنن نه مثلا به این یه موضوع یا و یارو میبینی به هیچ چی فکر نمی کنه. یعنی کاری که داره انجام میده رو اصلا فکر روش نشده هیچ همین ویدیوهایی که واسه فرستان واسه زلزله چیزو ترکیه آخرین ویدیو یه ویدیو داریم درست میکنه با ریاکشن حالا تو اون که کانال میاد بیرون واسه همین ترکیه که حتی یه ما گذشته ولی خب در صورت دوستان باشه که ویدیو صحنه رو ببینیم شاید یاد بگیریم یه زلزله در همون مقدار آخر ویدیو میاد مال ژاپن و تمام شهر اینجوری تکون میخوره فقط تمام برج ها میدن تکون میخورن هیچی نمیریزه این همه آدم چند ده هزار آدم مردن به خاطر اینکه اون دریوسی که داشت خونه رو میساخته گفته بذار من یه دونه چیز بیشتر بردارم یه دونه رفیق دارم خیلی خیلی پسر خوبیه یعنی شاید یکی از بهترین آدمایی که میشناسم خب این شخصیتش رو بفهم بعد باباش هم آدم سختکاری و برج میسازن یه برجش هم میساختن که توی این برج دیویست و خورده ای خونه هستش من بهشون گفتم که میشه تو این برجو که میسازین تو اتاق با در کمد چون در کمد اینجا دو هست یا در چوب خالیه یا چوبی که روش آینه چسبونه گفتم میشه این درا رو آینه ای بکنین گفت چرا گفتم به خاطر اینکه وقتی توی خونه میری کلا اینجا اتاقاشون کوچولوه وقتی آینه میذاری به نظر دو برابر میاد این ویژوالی خود مغزتو آروم تر میکنه دوم آینه ای چیز نیازه و اگه تو نظری بعد یه دیوار رو پیدا کنه بذاره پس اونجای دیوار نمیتونه تخت بذاری یا کمد بذاری یه چیزی بعد بعد اونو بخره خب واسش کاسهشو کم میکنه هیچ وقت نمیتونه به بزرگی در کمد باشه از بالا تا پایین باشه کیفیتش هم به این نمیرسه پس تو بعد نورم که میخوره انکاس میکنه دو برابر روشن میشه واسه همین روشن تر هم روشنترم میکنه اتاقو به این دلیلا به نظر من شما این کارو کنید بعد ماشین حسابشو در این اینجوری زد و گفت تو دوست داشتی یه دونه فراری نو بخری یا اتاقا رو با آینه بزنی خب من جواب سریم این بود که خب من فراری دارم میخواد ولی بعدش که یک سانی فکر کردم گفتم خب من در رو انتخاب میکنم برای اینکه تو سوال بعد اینجوری باشه تو دلت میخواد ده هزار و تا فراری ببری یا ده هزار و پونسد یه دونه فراری ببری خب دریوش که داری 10500 تا میبری اون یه دنیا آخرشو شو بیخیال شدی دیگه خب میبینی اشتباه فکر میکنن مردم کلا همه فقط و فقط خودشونو میبینن و نمیفهمم که چرا این خود بینی انقدر زیاده چرا مردم نمیخوان خودشونو به عنوان یه حیوانی ببینیم که انقدر قوی هستیم که الان مثلا اگه همه دست مثلا تویتر باشه و یه نفر یه توییت بزنه همه دونه تو همون ثانیه میتونه بفهمد می چی مثلا تکنیکی همه دونه با هم بلند شیم یهو اگه بخوایم سر یه ای و الان به این لول رسیدی ما الان خیلی سر واکسن بود که دنیا شو که با هم کار کردن چقدر سریع این واکسن رو پیدا کردن پروسسی که 20 سال تو طول بکشه تو فاکین دو سالم طول نکشید خب این خیلی کار خفنی بود دیگه این خیلی اصلا موس amazing thing که تو این چه وقت اتفاق افتاده بود دیگه بعد همین امروز جنگ تو دنیا حالا اوکی ما بالا رو میفهمیم جنگ باید باشه که بتونن همدیگه رو کنترل کنن تا یه روزی که ببره بازی و قبول اون باشه و تو لول کوچیک چرا ماها هم ما که دیگه جنگ نداریم چجوری میشه تو کوچه معنی که تخمی تنی خونه یه میلیون و چهار هزار دلار یه نفر شعور نداره چیز بکنه ریسایکل بکنه بعد خونه منم خونه یکی سر کوچه است همه های ماشینا ها جوش رد میشه یعنی همه میبینن که ما 10 تا ظرف ریسایکل چیدیم هیچی به خودش نمیاد که آقا بذار ما هم بکنیم چرا ما نمیکنیم من تو خونه خودم باید hey, هی برم تو آشغال ریسایکل در بیارم میگم چند بار بعد پاشو بهت بگم که مثلا این ریسایکل داداشان چرا میندازی تو... تو فلان الان یه دونه سلاش خواهی ریسایکل جلوی در اتاق بچه هاست. یه دونه تو دو اتاق من اون که تو اتاق منه هر چهار روز تا ته میشه اون یکی که در اتاق بچه‌هاست یه بار پر میشه. یعنی این همه آدم یه نفر ریسایکل نداره خب معلومه اینو باور نمیکنه یه کاغذ شما نداخین دور یه مارک لباس نکندی بندازی دور مارک لباس خب اون کاغذ دیگه پلاستیکش قبول آشغاله ولی اون مشکا کسی اگه بدون من چه جالبی اگه یه پلاستیکو ورمی داری باید روش نوشته باشه اون مثلثه باشه یک دو سه چهار نشه باشه که بدون کمپانی ریسایکلینگ این چه پلاستیکیه که تو اون ریسایکلش بکنه اگر یه پلاستیک رو ور میداری روش چی ننوشته اونو هیچ کمپانی نمیتونه ریسایکل کنه چون نمیدونن چیه یه سری آدما میان پلاستیکا رو میبرن که جاش کم بشه مثلا راحت حمل شه تو که این کارو میکنی تمام اونو آشغال تبدیل کردی مثلا اینو حواستون باشه وقت این اشتباه نکنید هر وقت یه چیزی رو بندازین دور پلاستیکش رو نگاه کنین اگه روش یه دور ولی چون فقط پلاستیکه معنیش این نیستش که ریسایکل ریسایکل میتونم بکنم خب ببخشید همین داشتی میگفتی بابا آره دیگه مردم درکشون چیزه میدونی شاید به خاطر فکریه که درگیره میدونی شاید نمیدونم ولی خب اینا همش روی خودشون تاثیر داره میدونی وقتی تو با یه نفر مثلا میری خونه یه نفر اونجوری رفتار میکنی و طرف رو به درد سر میندازی یا هر چیزی یه نفر هم مطمئن میاد خونه تو اون کار میکنه شاید خیلی بدتر ولی اگه تو خیلی اه... کارتو درست انجام بدی و اینا طرف میفهمه که تو آدم مرتبی هستی اینجوری وقتی میاد خونه تو هم رایت میکنه آره من با... همین همین درست ادامه دار میشه تا همه رو بگیره من مثلا واقعا 99 درصد در دوستام که مثلا میان خونه آره همه میدونن که من خیلی تمیزم و همون باشگاهشون رو برمیدارم میبرم میزن توی سینک از این کارا همه میکنن ولی مثلا میبینم که کسی میاد خونه من بعد مثلا نوشابه رو میخوره بعد بوتیشو میندازه تو سلاح آشغال وقتی میبینه من ریساکلینم بغل سلاح آشغاله بعد اصلا مغزم سوت میکشه یعنی تو اینجا اومدی دوتاشو نبا کردید خیلی تو این یعنی خونه خود ریسایکل نمیکنی یا که تو آدم خوبی نیستی خیلی ولی خونه من که منی داری بغل چرا میندازی اون یکی دیوانه ای واقعا و واقعا اصلا نمیدونم اون لحظه تو مغز اون انسان چی میتونه بگذره خیلی برام این جالبه اگه بچه اینو میدونی یکی کس من کامنت بذاره وقتی یکی این کار میکنه تو چه تو فکریه دنیا به تخمشه من به تخمشم اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه چون من امکان نداره این موضوع رو نفهمم یعنی مگه من خونه یه نفر سری اسکم میکنم ببینم دنیا در چه لولی چیکار میکنه حتی اگه یارو ریسایکل نکنه من هنو نمیندازم صد اشغال بوتشو میذارم بغل صد اشغال که شاید یه گوشزدی بهش بشه که دادا کاش یه ریسایکلینگی داشتی یعنی با کنم اونوریشو بکنم ولی واقعا اینو نمیبینم توی زندگی مثلا خانم خودم میدونه من آدم تمیزی هم. بهش میگم که آقا از در میای تو کفش تو بذار سر جاش ولی نمیذاره منم نمیگم بهش بذار یا چون اگه بهش بگم ناراحتش میکنم و این خیلی جالبه اینا یه دونه روان پزش به من یاد داد خب چه جالب مثلا یه چسید به هم دیگه یه روان پزش من که فکر کن یه زن و شوهرن بعد زنه از صبح تا شب خونه مونده خونه رو کرده فلان تنها خواستش هم از شوهرش این که میای خونه کفشتو جفت کن دمه در شوهره در میاد تو رو پرت میکنه میره میشینه رو مبل این خانم حق داره ناراحت بشه یا نه خب من اونجا سری گفتم خب معلومه که حق داره ناراحت بشه این دیگه چی تمیز کرده به یارو میگه دایوس کفش تو دو ثانیه است دیگه و گفت نه اون زن گوه خورده خ... روان پزشکم هم خانم بود ام... گفتم اون خانم گوه خورده حرف بزنه اون مرد درسته گفتم یعنی چی گفت برای اینکه ببین برای تو تمیزی مهمه برای نفر بعدی مهم نیست از اون که برای تو مهمه اون دلش میخواد همون سانیه بشینه تو ازش میخوای دو ثانیه از دنیاشو بزنه به خاطر تو نمیخواد بزنه به خاطر تو برای خودش میخواد برسه چون انقدر خاصس میخواد به خودش برسه و اگه تو برات انقدر تمیزی مهمه تو که اصلا تو شب تمیز کردی بلند شد اون دو تو کفش بذار خب الان دیگه من میام پایین دو, دو کفش النا رو برمیدارم میذارم تو کمد کتش آویزون میکنم یا ازش میخوام میگم میشه لطفا اونا رو بذاری سر جاش اگه ببینم مثلا اونجا داره یه چیز ده 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 ده. یه کاری داره میکنه که مثلا میتونم بهش بگم میگم ولی دیگه بهش گیری نمیدم ولی یه چیزی که ذاتا قبلا من فکر میگم که باید گیر بدم و به خاطر همین خودم حجمتم حواسم این بود که به مردم یه کاری نکنم که ناراحت بشن ب... به از اینکه با کفش میرفتم خونه مردم یه کاری که من کار بدی میکنم هنوزم میکنم خونه کسی میرم مهمونی میگه کفش رو در بیاری مثلا نمیفهمی این چی میتونم بفهمی دیگه که یکی می میگه من دوست دارم در بیارم دمت گم تو در بیار ولی اینی که بگه لطفا کفش رو در در بیاری اینو من اصلا نمیفهمم اگرم حساسی فردا خونه تو جارو کن و ته بکش مهمونیه دیگه یعنی چه خب جوراب تو مهمونی مرد کفشش خلاصه و یه دونه رو از هر کی طرف داره خونش اگه این اپیزود رو میبینه من خواهی میکنم ولی آره من این تنها بیشوری که کردم ولی خدای بغل از این من خیلی خونه مردم کم بیشوری میکنم مثلا گل میزنم بیرون گل همون بکشم پنج دقیقه ما میسنم نفس عمیق میکشم که تا میتونم بوی گل کم کنم بعد یه دونم اسپری میزنم بعد یه آدامس رو میرم تو ولی مثلا دیدم مردم اگه میخونه تو گل میزنن این چیز آخرش رو میکشه میندازه تو میاد بیرون دیگه میاد داره میاد تو خونه فوت میکنه و هنوز یه مقدار از این میاد تو حالا میتونه سیگار باشه میتونه چیزی باشه بعد من میگم حالا من که مثلا مهم نیست شخصا ولی مثلا توی خونه بچه باشه چی یه نفری باشه که دوستنش باشه چی چرا تو نوافه کنی که خب من که الان هفت دقیقه واسه من سیگار بکشم ده ثانیه دیگه هم های که میک شو همین دودی که اینجا خورد تکون بخوره دستی تکون میدم رو هوا اگه زیر بالا زیر سقفم که دود نمش. من چه میدونم شاید هوا الان ثابت همه دود دم در خونه باشه من در باز کنم یو به خاطر گرم و سرما یو یانم دود میره تو یه دفعه خونه مهمونی داشتیم بعد من داشتم توی حیات گل میزدم همین اینو گوش بده جالبه بعد داشتم توی حیات گل میزدم تنها بودم بعد خونمون در واقع دو تا سالن داشت تو سالن دوم مهمونی همه جمع بودن داشتن میرقصیدن ولی تو سالن یک بار مشروب هست بعد من خب تو بارم خیلی پر بود همه چی داشتم یادم همچون که یه آقای اومد تو بعد کرکرا یه جوری بود که از تو نمیشد بیرون خوب دید ولی از یعنی بسته بود یه جورایی از تو خیلی سخت بود بیرون رو بخوای ببینی یا اینا ولی اون که چون تاریکم بود اصلا من نمیدیدی بعد دیدم یارو همینجوری اومد بعد اینجوری من اول نگاه کردید هیچ کی نیست رفت بطری بلو لیبل ویسکیو برداشت مثلا بطری 500 دلاره 400 دلاره برداشت بعد یه لیوان براش اینجوری ریخت بعد لیوانه رو تا تا سر کشید یه دونه دیگه لیوان رو تا کشید اینو گوش تا جاش دوید رفت و مثلا این لول عقده رو نمیفهمیدم چون که دود این قفنش اینه که تو اینو یه مزه یه مزه بزنی ببینین سیپای خیلی کوچولو که ببینین مثلا مزه خیلی سنگین ویسکی رو نمیده واو چه باحال مثلا نرمتر از ویسکی های دیگه است وقتی تو اینو اینجوری میخوری میخوای سگ بشی تکنیکلی وقتی میخوای سگ مس بشی خب اولاق ویسکی ارزونه بعدا دو تا گنده بزن و یه شات کوچولو برای اینو بزن که دهن خوشمزه کنه اون تجربه هم بکنی عجیب پشما دریخ عجیبه دیگه بره این داستان همون فکر نکردن است یعنی اصلا هیچ ایده ای نداره که چی کار میکنه فقط میخواد بکنه دیگه میدونی طرف فکر نمیکنه من اینو دارم میخورم مثلا الان دو تا انقدی میخورم دیویست دلار میشه همون کارایی رو میتونم با پنجاه دلار انجام بدم بخورم تشم اینو بخورم یه مزه بهم بده خب ولی میگه نه همش باید اون باشه در صورتی که هیچ فرقی نمیکنه مگر اینکه حالا مثلا جور می خواستش. دیگه میخواستش آقا یه تجربه بهتون بگم پشماتون میز. این واقعیه من اه, یه بار بابا اومد بگم فش که سوهل هیچکی این ویسکی ها از رد لیبل بلک لیبل گرین لیبل اینا با هم فرقی ندارن گفتم یعنی چی چه حرفی تو برم تو داری من میگی گولد لیبل با بلک لیبل فرق بلک لیبل مثلا اه, چه میدونم چهل پنجاه نه پنجا دلاره گولد مثلا 120 دلاره هان دو, دو برابر نیم بیشتر گرونه تو داری من میگی گلد با چیز فرق نداره؟ گفت نه فرق نداره گفتم من که این نمیتونم باور کنم گفت حالا می من به شما گفتم دیگه بعد من یه رفیق دارم خیلی چیزه خیلی ویسکی بازی یعنی ما هر شب که میریم بیرون این شعاب میکرد با یه بطری ویسکی تمام باشم خودش تنهایی میخورد بستم نمیشد همچین شخصیتی ویسکی متفاوت تری کرده بود ویسکی های گرون سفارش شده بود از این حرفا آقا من یه شب خونه مهمونی شد من بابام شرط کردم گفتم بابا تو اشتباه داری میگی گو اوکی تست کن من ورداشتم این طلایی رو ریختم توی دونه پارچ بعد رد لیبل و رد بلک هم نه رد لیبل رو ریختم توی بطری طلا خب پس الان ما یه بطری طلا داریم که توش رده بعد اونی هم تلاعرم که تو پارچ بود و ریختم تو بطری تلایی ولی قبل یه بریزم یه شات ریختم توش درش رو بستم تکون تکونش دادم اون شات هم خالی کردم توی تلا که توی اینم دیگه تلایی شده باشه که نگم مزه این وقت تاثیر بذاره روی اون بعد اون تلاهر رو از پارچ ریختم توی این اینا رو عوض کردم بعد آقا این رفیق ما اومد گفتم که گذاشتم جلوش گفتم دو تا بطری داریم کدوم میخوای طلایی میخوای یا قرمز معلومه طلایی دیوونه گفتم بعد بابا اونجا با استاده بود گفتم الان میزنه شاتو میگه دیوز این طلا چی مزه گو میده که فلان بسار زد و انگار نه انگار تازه اومده بود نه مس بود نه هیچی اصلا نفهمید من چشم گفت چو بابا لبخند زد که دیدی چا گفتم گفتم ورگی میشه آقا این خب مهمونی بود دیگه تلایی تموم شد هیچ کسی نفهمید که این تلایی هست یا اگر کسی همین چیزی نگفت ولی این رفیق اگر اگه میفهمید سری میگفت خب شخصیتش رو میشناسم حالا اینجای داستان خیلی جالبه تلایی تموم شد گفتیم آقا فقط قرمز مونده قرمز که کم کیفیت ترین ویسکیه توش پر کیفیت ترین ویسکیه ریختم برای همین رفیقم که الان آیدی یه بطری کاملا خورده یعنی مست دیگه اصلا تو نباید مزش رو بتونی بفهمی ریختم براش یه قلاب خورد گذاشت زمین گفت سوهی راست بخوای خیلی بد مزه است من اصلا دیگه نمیتونم ویسکی کیفیت پایین بخورم مخصوصا الان بعد از تلایی رد اصلا حالا ما به هم میزنه من اینو نمیخورم ببین مغزم پاشید مغزم باشید با هم واسه بغلم که اینجوری خب میخوری یا میبری یعنی پشمام ریخته بود اینو که چقدر این موضوع جالب بود واسه همه همه اینا همه چرت و پرته اصلا معنی نداره واقعا و تو اگه میای خودتو اینجوری بی‌شخصیت شخصیت میکنی این نفر که مهمون دعوتت کرده این رفتار انجام میدی دی دیگه خدا بهم رحم کنه تو خیابون میخواد چه باشی بعد ما میخوام میگم آدمو مثلا ازشون انتظار که تمیز کنن ریسایکل کنن خلاصه آقا در هواستون باشه دیگه دنیا همه بدن همه میخوان سرتون کلا بذارن موازه به جیبتون باشین به خودتون برسین و سعی کنین واقعا آدم بهتری باشین به یه نفر حداقل به بچه آدم خوب به وجود بیارین دو تا آدم خوب به دنیا اضافه کردین و اون خیلی ارزش به نظر من امیدوارم که شب خوبی داشته باشین